اگه بخوام حس خودم رو از زمانی که خبر رو تعقیب کردم به شما بگم، راستونه که بگم نوعی از شادمانی در من جوانه زد. این شادی به واقع ستایش مرگ درش نهفته نبود، بلکه شادی از مرگ یکی از نمادهای تباهی مطلق در حکومت اسلامی بود، به ویژه در این ایام که ما داریم به اون تابستان و اون همه کشی معروف در تابستان 67 وارد میشیم، معنای دیگه‌ای برای من پیدا میکنه. این دلیل که ابراهیم رئیسی یکی از اصلی ترین آدمایی بود که در اون همه کشی مخوف نقش داشت، آمریت داشت. حتی سخن گفتن در این لحظه، سخن از یک ستایشگر مرگ در میونه، کاسبی که تنها یک کالا برای عرضه داشت، مرگ میفروخت، و در نهایت مرگ او رو در آغوش گرفت و سوخت. تا پایان عمرش او سرباز قدرت بود و میراث‌خوار چیزی که خط امام مینامید و بعدتر ذوب شدن در رهبر و سرباز ولایت بودن. همیشه سرباز بود. نگاه سیاسیش هم در این دورانی که در مسند قضا بودش همواره توأم با یک رذالت ذاتی با مصلحت نظام، اونچه که خودش مطرح میکرد، مصلحت نظام شاغول میشد. راست اونه که در واقع در بگیم که در واقع توی این نظام قضایی هیچ آکتوری شاید این میزان طولانی مدت در مقام قضاوت ننشسته بوده. یون از جوان سالگی و از 18 سالگی از کرج آغاز میکنه و همدان و همینطور از نردبان قدرت برای رفتن به مناصب بالاتر، برای بالا رفتن از نردبان قدرت و رسیدن به بالا و چسب خور کردن خودش به اونچه که قدرت تر میدونست و بالا میدونست، در چرخه قدرت دروغ رو یکی از بنمایه های نظریش، اون چیزی که تقیه مینامند، اینها که واقعا تقیه مقابل اینا کم میاره، یکی از نمادهای ماکیاولیزم بود در دورانی که در مقام قضاوت بود. و در این جنگ و جنگ مداومی که داشت با مخالف فکری، نگاه تباهش تنها مصلحت نظام رو میشناخت، مصلحت نظامی که به یک معنا مصلحت خود رئیسی هم در اون نهفته بود. مدام در هرم قدرت دنبال متحد میگشت و در نهایت هم میدونید که خب این چسب تن رهبری شد. یه ابزاری بود که به بهانه همین مصلحت نظام مخالف فکری رو تا سرحد محو عقب میروند. یکی از عمده ترین برجستگیاش در بی اخلاقی سیاسیش تعریف میشد که ذاتی هر قاتل سیاسیه. هیچ ابایی در صدور احکام رهبرپسند، در زدن هر گونه ضربه و حمله به مخالف نداشت و هیچ مرزی در خودش نمیشناخت، هیچ مرز اخلاقی رو نه پابند بود نه میشناخت. کریه و بی‌محابا بعد از هر حادثه‌ای با چرک‌خنده های ذاتیشون دروغ میفروخت. در فایل صوتی افشا شده آیت الله منتظری که در واقع باید گفتش که این رابطه مرید و مرادی داشتن، در اون فایل صوتی افشا شده ببینید که اون با اون تقیه و دروغ میفروخت به منتظری تا چوب خط مرگ رو پر کنه. نماد قدرتی بود و موند که در جهت حفظ نظام مرگ تقسیم میکرد و در نهایت مرگ رو نصیب برد. جهانش سخت ساده بود، سازش با خودی ها برای زدن مخالف، برای کشتن مخالف، با تعریفی که از خودی داشت و میدونیم که همون بلایی که به فرموده بر سر استاد و مقتدای خودشون آیت الله منتظری آوردن. نامش در محاکمه حمید نوری بارها به میان کشیده شد. الان نزدیک تابستون هستیم. به جهت مسئولیت جهانی امکان بازداشت و دستگیری و تحت تعقیب قرار دادنش به تقریب ناممکن بود. بعد از مردنش و بعد از بین رفتنش
جامعه با نوعی از شادمانی مواجه شد. این شادمانی در واقع واکنشی انسانی بود که نسبت به یک قاضی بر قربانگوی بیت که در واقع میشه گفت هیچ کاره بود در اون نظم، اما قاتل از نوع اهلی و مرغوبش بود و این شادی در واقع شادی بیشمار خانواده‌های دادخواه که گفتم همجنسی با مرگ نداشت، ستایش از مرگ درش نهفته نبود، اما نوعی شادمانی از مرگ یکی از نمادهای تباهی مطلق در حکومت خوف بود. آنگونه که ما وقتی کف خیابان شعار میده مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر جمهوری اسلامی و ما اینجا تکرار میکنیم، این مرگ به یک معنا تایید حکم اعدام نیست، چرا که دادخواهان به شمول بیشترینشون از مخالفان جدی حکم اعدام هستن، خواهان لغو این مجازات غیر انسانی هستن. لذا این مرگ گفتن ها به واقع شادمانی از یعنی شادی که از مرگ رئیسی منتقل شد به واقع یکی از جنبه هاش این بود که عظمت یک موقع خشمی بود که مردم به شمول دادخواهان از کلیت نظام دارن و بیت رهبری خامنه‌ای و دیگر کارورزان اصلی نظام قادر نخواهند شد که این پمپ بنزین رو، یعنی جامعه پمپ بنزینی رو نمیشه با بارود خاموش کرد. آنچه که کسانی در واقع مطرح کردن و گفتن شادمانتر می شدیم اگر او رو می توانستیم ما در یک دادگاه مردمی محاکمه بکنیم. ببینید این رو هم من اضافه بکنم، ما در طول این بود نامبارک حکومت اسلامی بیش از 14 دهه مرگ های سرکوبگران و جلادان مثل لاجوردی مثل خلخالی رو کم ندیدیم، بعد از این هم در واقع این اتفاقات خواهد افتاد، مجازات عادلانه نمیشن، اما کم ندیدیم این مرگ ها رو. اما واکنش مردم در این لحظه شاید هیچ وقت چنین وضعیتی از شادمانی، میدونید که امروز من یکی از دوستانم ارتباط داشتم تلفنی از ایران، شیرنی فروشی ها شیرنی کم آورده بودن، این حسرت دادگاهی نشدن او با جنبش دادخواهی موند، اما در واقع این بیان آرزو بود که ما آرزو میکردیم که او رو به اصطلاح به پشت میز محاکمه بکشیم. اما زمانی که ما سخن از این دادخواهی ببیشه در نظام اسلامی به میون میاد، تا تغییر جدی سیاسی یعنی تغییر وضعیت موجود در ایران اسلامی اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی همینجور سر و مرو گنده سر کار نشسته باشه، تأکید میکنم بر فرجام نهایی، دادخواهی فرجام نخواهد داشت. این حرف من ناامیدانه نیست، مایوسانه هم نیست، نشد گرفته از واقعیتی که من اینگونه میفهمم این ماجرا رو. معنای حرف من معادل پیگیری نکردن موقعیت حقوق بشر و مثلا تعطیل پروژه دادخواهی نداره. من همین کاری که الان دارم حرف میزنم با شما این بخشی از اون چیزی است که یک حرکت دادخواهانه است، یعنی بلندگویی، فاشگویی و همگویی. اما فرجام دادخواهی، تکیه میکنم بر فرجام دادخواهی، فرجام دادخواهی امروز مستقیما با نیستی این نظام و نابودیش گره خورده. تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست دادخواهی فرجام نخواهد داشت. متاسفانه دیدیم بعد از مرگ رئیسی پیام‌های تسلیت، پیام‌های همدردی که سخنگوی ناتو، آدمی سخت در شگفت باقی میمونه که سخنگوی ناتو چرا باید تسلیت بگه مرگ یک جلاد رو، یا شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک با یک دقیقه سکوت آغاز بکنه این ماجرا رو. این نشانگر اینه که
جنبش دادخواهی و خانواده های دادخواه در چه قربت غریبی به سر میبرن. و جز شاید بگم که اتکای اصلیشون میبایستی که بر خودشون استوار باشه. میدونیم دیگه یکی از مهمترین کارپایه های امر دادخواهی و تحقق آن، جدای از مهیا بودن یه شرایط جهانی مناسب، وجود شخصیت های یا نهاد های ملی که مورد توافق عمومی قرار بگیرن، که خب ما متاسفانه این رو نداریم. همه کشورهایی که ریل دادخواهی رو رفتن بعد از سرنگونی، پس از سرنگونی، قبل از سرنگونی و قبل از رفتن جمهوری. گفتم معنای این حرف من این نیستش که تا جمهوری اسلامی سرنگون نشده پس ما دادخواهی رو تعطیل بکنیم، اصلا چنین چیزی رو نیست. ما به قد ارتفاع پنجرمون فریاد میزنیم با شایستگی جمعی و ادامه میدیم. اما اینکه مرگ و نبودن رئیسی چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه، ببینید جامعه پمپ بنزینی ایران غیر قابل تحلیله، هر اتفاقی میتونه درش بیفته. یکی از دلایل تأخیر در اعلام خبر به گمان من همین بود که اینا داشتن زیرسازی میکردن، خورد خورد خبر رو به گونه‌ای دادن که جامعه، همه کس دیگه میدونستن که رئیسی زنده نیست. یعنی زمانی که خبر رو اعلام کردن تنها شیرینی فروشی ها به واقع سود اصلی رو بردن، هیچ شوکی به جامعه اون گونه وارد نشد. یکی از دلایلش این بود که حکومت میخواست بحران احتمالی رو مدیریت بکنه، نه به خاطر اینکه رئیسی یک چهره مردمی و دلسوزه، حالا بعد از مرگش مردم بزن تو خیابون، نه برعکس این. و حکومت و اتاق فکرش این رو در حقیقت متوجه بود و در حال با رفتن کسی که در دهه 60 در کشتارهای دهه 60 و آغاز دهه 60 تا سال 67 و بعد سال 67 حضورش در هیئت مرگ، نابودی بخشی از روشنفکری جامعه ایران، بعد اون چه که کشتن 1500 نفر تنها ظرف چند روز در آبان 98 اتفاق افتاد، دست کم 5600 نفر از کسانی رو که تو جنبش مهسا اینها از بین بردن، به تمامی رئیسی به یک معنا دستش در این کاسه خون قرار داشت و این نمیتونست موجب شادمانی نباشه. و این شادی در واقع با اعلام خبر رئیسی به واقع ترکید. تمام امید دادخواهانه من آن است که در آینده ای نچندان دور کسانی مثل رئیسی که خونساترین رئیس جمهور نظام فقاهتی و ذوب شده در رهبری بود، در حد یک کارگزار رو بله قربانگو انجام وظیفه میکرد، بتوانیم شرایطی رو فراهم بکنیم، شرایطی رو فراهم بکنیم که جهان امن رو برای تمامی ناقضان حقوق بشر ناامن بکنیم. و این بیان آرزوست که من این لحظه بگم شادمانم، شادمانتر می شدم و بودم اگر او در یک، این بیان آرزو منم، این آرزو رو با خودم داشتم. اما از مرگ رئیسی با نامی که شایسته صدا زدن اونه، یعنی از مرگ یک قاتل من نمیتونم شاد نباشم. و این شادی هم گفتم مرگ سرشتانه نبود، نیستی و محو یکی از نمادهای تباهی مطلق در حکومت اسلامی نمیتونست من رو شادمان نکنه. یاد راهروی مرگ افتادم، یاد دوستانم که با سوال و جوابهای کوتاه و چند دقیقه‌ای سرنوشتشون رقم خورد. رئیسی یکی از اون چهار نفری بود که در اون هیئت مرگ حضور داشتن. تراژیک ترین ماجرای در واقع شاید اون همه کشی آن بود که با سریت مطلق، یعنی به جرئت میتونم میگم هیچ کس از کسانی که مقابل هیئت قرار گرفتن نمیدونستن،
هیچ کسی که شاید خیلی مطلق باشه، بیشترینه کسانی که مقابل هیئت قرار گرفتن نمیدونستن که اون سوالها در واقع اون سوالهای تفتیش عقاید، سوالهای سیاسی که به دو بهانه محاربه و ارتداد مجاهدین رو به دلیل محاربه و نیروهای چپ رو به بهانه ارتداد، در واقع اگر من میخوام تاریخی به این قضیه نگاه بکنم باید بگم که کشیش ها و کاردینال های عطر و گلاب زده و ردای قرمز پوش در دوران انگیزاسیون این برتری رو، این برتری توحشگونه رو به هیئت مرگ داشتن، که دست کم اونها به کسانی که مقابلشون قرار میگرفتن میگفتن که چه در انتظارشون، اون آقا زمین دور خورشید میچرخه که میگه میرسیم تو آتیش. اینها حتی این رو دریغ کردن، یعنی نیومدن به نیروهای چپ بگن اگر شما بگویید مسلمان نیستین میکشیمتون، بالاخره شما مقابل یک تصمیم قرار میگرفتین، حتما چیزی از توحش اینها کم نمیکنه. رئیسی کارگزار و یکی از کسانی است که در مسابقه توحش پیروز شدن بر اون کاردینال ها و کشیش های دوران انگیزاسیون. و جز آن که بگم من شادمان هستم، شادمانیم از رفتن یکی از نمادهای قتل هست تو این لحظه، این شادی رو همراه با خانواده های دادخواه امیدوارم که بتونه تداوم داشته باشه و این تداوم جز محاکمه عادلانه و البته مجازات عادلانه در روزی که شاید من اون رو نبینم، ولی من اون روز رو انتظار میکشم به اعتبار سخن شاعر بزرگ آزادی، ما روزی دوباره کبوترهامون رو پیدا خواهیم کرد. قفل افسانه است، ما اون روز رو انتظار میکشیم حتی اگر نباشیم.